مولای من، مولای من، مولای من، مولای من، ای عروت الوسطای من، دنیای من، عقبای من، محبوب بی همتای من، مولای من، مولای من، مولای من، متین من توی، در زمین من توی، مولای من، مولای من، مولای من، ای امام زمان، ای حجت عصر، ما که بیچاره ایم، کسی نداریم، دادرسی نداریم، هر عاشقی دل سوخته مهر تو را اندوخته، دیده به دست دوخته، مولای من، مولای که به من التماس دعا میکنی و از من درخواست میکنی که دعا کنم، همینقدر به خود امام زمان بگو، بگو نوکرتم، تو آقای منی، همه لنگلونگ های نوکر به گردن آقا به اربابش، من نوکرتم، تو ارباب منی، آقه به بر میخوره که نوکرت گرفتار بشه، بله آقا، بگو آمدم، ول نمیکن، ول نمیکن، نوکر کجا باید بره؟ بچه کجا باید بره؟ بچه باید بره پیش باباش، نوکر باید بره پیش اربابش، رعیت باید بره پیش شاهش، شاگرد باید بیاد پیش معلمش، معلم من هستی، شاه من هستی، ماه من هستی، ارباب من هستی، پدر من هستی، آمدم میخوام تا نگیرم نگیرم، عمری نمودم جست جو، هر کجا گفتن ممکنه سر بزنی آقا، اونجا رفتم مولا، ای وای ای وای، عمری نبودم جست جو، گشتم سراغت کو به کو، کردم به عشقت های و هو، مولای من، مولای من، مولای من. ببینید آدم باید منصف باشه، نه باید با خودش تعارف بکنه، آدم باید بگه اول با کی زندگی میکنه صبح و شب، با کی نفس میکشه، به عشق کی بلند میشه میشینه، اصلا حواسش کجاست تو زندگی. شما یه هفته با اون بزرگوار زندگی بکنید، صبح به او سلام بدید، شب قبل خواب به او سلام بدید. من خاطرم هست به دوست جوانی وقتی اینو گفتم، گفتش که من نمیتونم این کارو بکنم، خجالت میکشم، من احساس سردی میکنم. گفتم اب نداره، با همون احساس سردیت بگو که چون به من گفتن این کارو بکنم میکنم، با همون سردی بگو، با همون بدون طعم و به اصطلاح اون هیچ حسی هم نداری بگو. شما باور نمی کنید به یک هفته نرسید کار تمام شد. شما می دانید که امام انیس است، در همون حدیث امام رضا علیه السلام هست که امام انیسه، انیس از اسماء خدای متعال است. انیس می دونید یعنی چی؟ یعنی کسی که زود انس می گیره، دنبال بهانه می گرده. عجب خدایی و عجب
ولی گیره. لذا شما 2 سال 3 سال 10 سال یه دفعه میبینید یادی از اون نکردید، همین امشب برید با اون سخن بگید، به سردی سخن بگید، بگید اصلا باید حرفی ندارم، فقط چون گفتم بیام باید حرف بزنم، باید حرف میزنم. چند بار شما این کارو بکنی ببینید چجوری او با شما رفیق میشه، به شرطی که رسم رفاقت رو انشالله به جا بیارید. این رسم بسیار خوب. وقتی سر سفره آمدیم کنار، به بچه‌هامون بگیم اول از آقا تشکر، اللهم بارک لمولانا المهدی. این رسمی که یاد بدیم به بچه‌هامون، هر چیزی که به دستشون رسید بگیم از آقا جان تشکر، بداند آقایی داره، بداند هر چه هست هستی اوز هستی اوست، باید بدانیم هستی ما ز هستی اوست. حالا هر کس به دلش نگاه کنه ببینه توی موقعیتی اگه قرار گرفت، گفتن که ببین یه دقیقه وقت داری اون چیزی که تایی دلته بگی، چی میخوای راستشو بگو، کیه که مشرف بشه خدمت امام زمان علیه السلام و حضرتش به او بگویند خب عزیز من سالیان سال در فراغ من گریستی، مرا صدا زدی، آمدم، چه میخواهی؟ کیه برگرده بگه هیچ نمیخواهم جز گشایش امر شما، جز سلامتی شما، جز آسایش شما. حالا شما دوتا بنده رو ببینید در پیشگاه خدا، یکی وقتی بهش موقعیت میدن و بهش هم وعده استجابت میدن، فوری این دعاشو خرج امام زمانش میکنه، یکی هم برای خودش دعا میکنه. بنده نمیخوام عرض کنم کسی که برای خودش دعا میکنه آدم بدیه، خدایی نکرده، نه ابدا، نه، ما داریم منصفانه درون دلمونو میبینیم. حالا عنایت بفرمایید جایگاه دعا برای امام زمان علیه السلام چه جایگاهی است. همه گاهی به اون وعده استجابتش نگاه میکنن، اون که کار خداست، استجابت که سهم خداست، فعل خداست، کار خداست، کار من نیست، کار من گدایی و طلب کردن است. اما جایگاه دعای برای امام زمان علیه السلام رو بنگرید نسبت به این که من در چه رتبه‌ای قرار گرفت. امام زمان ما به شیعیان پیغام فرستادن، توسط کی؟ نه خابینه یه کسی بیاد یه بقال یه چیزی نقل بکنه، شیخ مفید، نامه کتبی، و اکثر دعا به تعجیل الفرج. الله اکبر، نفرمود است دعا کنید، فرمود است زیاد دعا کنید. کی اجابت کرده؟ کی اجابت کرده؟ شما مبتلا نیستید، ما مبتلایی داریم میریم منبر. آج آقا بله، پسر خالم تب کرده، اون قومخیشمون تو سیسیوست، قرض دارم، اون یکی دیگه زن میخواد، اون یکی دیگه سرطان داره. با هیچ کس نشانی زان دل رو با ندیدم یک کسی روز عاشورا بیاد بگه آقا شما رو به اول فس برای این قریب زهرا دعا کنید. وقتی مردم خوب سوختن بگید مردم دعا کنه، خسته شدیم. باب الاصرار الی الحجه این است که فقط طال الصدا. اون کسی که اصرار رو احساس میکند میگه متا ننتفع من عذب مائک، کی ما میشه سیراب بشیم، تشنگیمون به درازا کشیم. ما چرا خوابیم؟ چرا گمان میکنین زندگی در غیبت زندگی شیرینه؟ آیا بیان این روایت برای دعای بر فرج این رو به ذهن متبادر نمی کند که ما هم در عذابیم ولی متوجه نمیشیم؟ مثل بچه‌ای که پدرش رفته، یه روزش شده 2 روز، 2 روزش شده 3 روز، 10 روز، 100 روز، اما این بچه دیگه عادت کرده بدون نگاه پدرش زندگی کنه. خیلی عادت بدیه. پدر چشم از این فرزندان بر نمی دارد. پدر هر جا هست هر روز اینها رو مواظبت و مراقبت میکنه، اون چه که لازمه برای اونها میفرسته. هر جور باید اینها در زندگی تر و خشک بشن تا موفق بشن، اونها رو انجام میده. این پدری که در غیبت است لحظه چشم از فرزندانش بر نمی داره، اما چقدر فرزندان بدی شدن، دیگه زندگی کردن بی پدر عادتش این شده، از انگار نه انگار یه پدری. ما راهی نداریم جز این که
همه مؤمنین با هم زمیمه بشن شب نیمه شعبان، ممکنه در خیابانها وقتی گفته میشه یا صاحب الزمان، یک جوان از هوس برگشته باشه، کار یوسف کرده باشه، به برکت نفس او صدا